آیا بردهداری و بردگی دیگه برای ما افرادی که توی آمریکا زندگی میکنیم، توی کشورهای زندگی میکنیم که به اصطلاح بردهداری وجود نداره، اونم به معنای قدیمیش مثل زمانی که سیاه‌پوست‌ها برده بودن در آمریکا، آیا معنی میده؟ برای چی هنوز راجع به بردگی و بردهداری صحبت میکنیم؟ به خصوص الان که داریم به ایام عید پسح پسوبر نزدیک میشیم که در واقع روز آزادی از بردگی هست، آزادی یهودیان یا قوم بنی اسرائیل از بردگی برای فرعون. بریم امروز این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. چه معنی میده این روزها جشن گرفتن آزادی رو از ایام بردگی؟ سلام دارم خدمتتون، درود میگم به همتون، براتون آرزوی بهترین های بهترین ها رو دارم. ساعات بسیار خوش در کنار خانوادتون، در کنار عزیزانتون، در نهایت سلامتی، در نهایت خوشی، با آرامش خیال و دلی آرام. و دلم میخواد امروز که در واقع پنجم ماه اپریل هست و کمی بیش از دو هفته تا روز پسوور، عید پسح، عیدی که در ایران بهش فطیر گفته میشد و حالا بهش میرسیم که چرا، صحبتی داشته باشم، به خاطر اینکه این عید نماد آزادی از بردگی هست و ببینیم که این روزها وقتی این عید رو جشن میگیریم میتونه معنی خاصی داشته باشه، غیر از اینکه ما داریم برمیگردیم به چند هزار سال پیش و آزادی چند هزار سال پیش رو جشن میگیریم. در این زمان، در این لحظه چه معنی داره؟ به طور مجمل و خلاصه اگه بخوام توضیحی بدم از اینکه این عید راجبه چی هست، در زمانی که قوم بنی اسرائیل برده فرعون شده بودن و بردگی به این معنا که یک نفر یا یک سیستمی روی یک عده خاصی یک تسلطی رو داشت و از اونها بدون اینکه بهشون در واقع اون چیزی رو که لایقش بودن برای کاری رو که انجام میدادن، بدون اینکه اونها به اونها پرداختی داشته باشه، فقط از اونها کار میکشید، کاملا تحت سلطه اون فرعون بودن، فرعون زمانه بودن و باید هر کاری رو که اون میخواست انجام میدادن، برای اینکه برده حساب میشدن. و شاید داستان سیاه‌پوستان آمریکا و فیلم‌هایی که از اونها ساخته شده به نوعی بهتر گویای این باشه که بردهداری و بردگی چه معنایی میده. و بعد اون زمان به خاطر که زمانی که می‌خواستن قوم فرار بکنن از مصر، از سلطه فرعون خارج بشن، وقت نداشتن، فرعون باز به دنبالشون میومد و ممکن بود که اینها رو بگیر و به اسارت برگردونه، زمان پختن نون نداشتن. بنابراین وقتی آردشون رو با آب قاطی میکردن، وقت اینکه بمونه و به اصطلاح خمیر باید ور بیاد تا نون خوشمزه ای رو بشه خورد، چون این وقت رو نداشتن و روی سنگ های داغ نون رو سری میپختن، نونشون فطیر بود. و به همین مناسبت یک هفته رو یهودیان هر ساله در عین برگزاری جشن نون فطیر میخورن که بهش اصطلاحاً مسا گفته میشه. و یادمه که در ایران خیلی ها به همین مناسبت این عید رو عید فطیر اسمشو گذاشته بودن، نه عید فطر، عید فطیر، که نشان دهنده همون نون فطیری بود که خورده میشد. اما اگر برگردیم به داستان یک کمی بیشتر با تعمق بیشتر بهش نگاه بکنیم، میبینیم که کاملا با زمان حال، در واقع در هر زمانی در زندگی میتونه تطابقی پیدا بکنه. درسته که در اون زمان از بردگی و بردهداری فرعون و فرعونیان صحبت میشد و اینکه حضرت موسی از طرف خدا یک نبوت گرفت، یک وظیفه‌ای به اون محول شد که بره و قوم رو نجات بده از این بردگی. ولی وقتی که داستانش هم میخونیم، میبینیم که در این حالی که خدا خودش حضرت موسی رو فرستاده بود برای آزادی این بردگان و بعد میخواست اونها آزاد بشن، ولی یه جاهای قلب فرعون و فرعونیان رو سخت‌تر میکرد. یعنی یه جایی فرعون میگفت باشه برین، دو مرتبه عقیدش
عوض میشد. و بعد خب اون 10 ضربتی که در اون زمان راجبه صحبت میشه تا بالاخره فرعون راضی میشه که به اجازه بده که قوم خارج بشن از مصر، باز دوباره پشیمون میشه، با ارتشش دنبال اینا راه میفته و اینا در موقع در مقابل رودخانه بودن و اینکه خداوند بهشون میگه من این دریا رو برای شما میشکافم، برید و رد شید، که مردم منتظر وایساده بودن تا این دریا از هم شکافته بشه و هیچ اتفاقی نمیافتاد تا زمانی که یک نفر از این عده گفت من ایمان دارم که اگر که خداوند گفته این دریا باز میشه، با ایمان و توکل به گفته اون وارد دریا میشه و فقط زمانی که اون وارد شد و تازه دریا شروع به گشودن کرد. که این هم نشان دهنده این هست که بعد از این که ما کارهای درستمون رو علارغم سدهایی که برای ما پیش میاد، که همه اون سدها، همه اون مقاومتها قرار هست که ما رو به رشد برسونه، به یک جایی برسونه که واقعا اشتیاق نشون بدیم از ته قلب که میخوایم آزاد بشیم از اون بردگی، بعد کارامون که درست انجام دادیم حالا وقتشه که توکل بکنیم به خدا و از او هم بخوایم که ما رو در این کار یاری بده و راه رو برای ما باز بکنه. حالا ارتباطش با زمانه حال چیه؟ الان که ما نمیتونیم ادعا بکنیم که برده هستیم، در بردگی به سر میبریم یا کسی برده داره ماست، ولی اگه باز هم یه تعمق بیشتری بکنیم، اگر باز هم دقیق تر به زندگی‌های خودمون در این دنیا نگاه بکنیم، میبینیم که متاسفانه تک تک ما انسان‌ها در دنیای امروزه برده ذهن خودمون هستیم و افکاری که شاید در دوران بسیار طولانی مدت به ما خورونده شده، باورهایی که به ما داده شده و ما همچنان متعصبانه و یک طرفه از اونها طرفداری میکنیم و به نوعی برده اون افکار، اون ذهن، اون طرز تفکر و اون بینش هستیم. یک مثال بسیار واضح شد که مطمئنم تک تک شما میتونید به اون ریلیت بکنید و بگید که بله درسته، این هست که اکثر ما انسان‌های دنیا الان برده پول و پول درآوردن شدیم. یعنی این مسئله این که روز به روز پول بیشتری به دست بیاریم که البته لازمه زندگی هست، اون رو نمیشه اصلا ازش گذشت و بگیم که نه پول بشه دردی میخوره. پول درآوردن واقعا یکی از وظایف ما هم هست برای اینکه باید زندگی خوب و مرفهی داشته باشیم تا بعد از اون تازه بتونیم بریم سراغ رشد و یادگیری و کمال و خدمت به خلق و کمک به هم نوع. ولی وقتی که تبدیل میشه به یک بت که باید بیشتر و بیشتر داشته باشم و اصلا میشه هدف زندگی من، نه اینکه پول در بیارم که بتونم به اهداف والای دیگه برسم، پول در بیارم برای اینکه هدف من پول در آوردن هست، برای اینکه بشه واقعا تمام هم و غم من، تمام ذهن من درگیر این باشه که چطوری پول بیشتری به دست بیارم، بعد من برده اون پول شدم، برده پول در آوردن شدم. دنیای مجازی این روزها، سوشال میدیا، اون هم به نوعی ما رو داره تحت اسارت خودش در میاره، ما رو داره اسیر و در بند خودش میکنه و اصلا این ذهنه مخصوصا در جوانترها و حتی بچه ها و خردسالان اینو میبینیم که چطور میرن و درگیر میشن و میشن برده اون سوشال میدیا و حالا از این طریق هر گروهی میتونه هر طرز فکری رو، هر بینشی هم به خورد ما و همونطور که گفتم به خصوص جوانترها و افرادی که سن کمتری دارن بده. گاهی وقت ها هم بعضی دولت ها میان، مثلا الان صحبت در این هست که در آمریکا استفاده از تیک تاک منع بشه، مگر اینکه تیک تاک بیاد حق خودش رو به خود آمریکایی‌ها بسپره. برای چی؟ برای اینکه فکر می‌کنم که قانونگذاران آمریکایی به این نتیجه رسیدن که چین داره برای تلقین اهداف خودش به مردم آمریکا از این پلتفرم، از تیک تاک استفاده میکنه و حالا که این قدم علاقمند پیدا کرده، خودشون به این نتیجه رسیدن که خب چرا ما برای رسیدن به اهداف خودمون از این پلتفرم استفاده نکنیم. و در حالی که اومد دولت آمریکا استفاده از تیک تاک رو برای افرادی که در دولت کار میکنن ممنوع کرد و گفتش که شما اگه از تیک تاک استفاده بکنین و در صورتی که برای گاورمنت کار میکنین، برای دولت کار میکنین،
اطلاعات شما از طریق این پلتفرم دزدیده میشه. بنابراین برای مسئول نگه داشتن شما و حفاظت از حریم شخصی شما، ما به شما اجازه نمیدیم که تیک تاک رو استفاده بکنید. و میبینیم که کمپین انتخاباتی پرزیدنت بایدن میاد خودش توی تیک تاک استفاده میکنه برای اینکه رأی بیشتری بین جوانها به دست بیاره. یعنی مسئله این نیست که بردگی ما رو از این پلتفرم از بین ببرن، بلکه سلطان این بردگی یعنی بردهدار از چین تبدیل بشه به آمریکا. و خب خیلی پلتفرم های دیگه ای هم که الان وجود داره که متاسفانه درگیر هستیم. چندی پیش بود که من مهمانی در برنامه داشتم و میدونم که یکی دیگه از عزیزان هم، خانم دکتر نیک فرجام هم بعدها میزبان این عزیزان بودن که به دلیل استفاده دخترشون از یکی از این پلتفرم ها، فکر میکنم سناپ چت بود، متاسفانه دختر عزیزشون رو از دست داده بودن برای اینکه تونسته بود روی سناپ چت ماده مخدری رو تهیه بکنه و استفاده بکنه که همون شب جونش رو از دست داده بود. دختر بسیار زیبا با یک دنیا امید و آرزو، آینده درخشان در پیش و واقعا امید و آرزوی مادر و خانواده که واقعا نباید جون خودش رو به این سادگی از دست میداد. پس بردهدار بعدی رو میتونیم این روزها اسمش رو سوشال میدیا بذاریم. ولی ما در ذهن خودمون هم بردهدارهای دیگه ای داریم. هر کدوممون بینش های خودمون رو داریم نسبت به دوستان، نسبت به همکاران، نسبت به هم نوع خودمون، دیدگاه های خاصی که داریم. از حقیقت و درک حقیقت خودمون رو دور نگه میداریم و اون چیزی رو که به ما یاد داده شده هی روش تعصب به خرج میدیم و حتما میگیم همون درسته. یا اینکه خبرهامون رو همونطور که گفتم از خبرگزاری هایی میگیریم که یک سو و با غرض خبر رو پخش میکنن به جای اینکه واقعا حاضر باشیم حقیقت رو خودمون هم ببینیم. اگر ما آمادگی اینو نداریم که نظر و گفته های شخصی رو که متفاوت از ما فکر میکنه بشنویم و پذیرای اون باشیم، حتما در بردگی به سر میبریم. آدمی که آزاد هست، آزادانه فکر میکنه و روشن فکر هست، حتما پذیرای نقطه مخالف هم هست. همونطور که گفتم کمی بیش از دو هفته به اولین روز عید پسح باقی مونده، یعنی در واقع دوشنبه 22 اپریل شب ما به پیشواز این عید میریم و خیلی از عزیزان از همین الان یا شاید حتی از چند روز گذشته شروع کردن به خونه تکونی، دقیقا همون خونه تکونی که ما برای شروع نوروز، برای آغاز بهار داریم و جشن نوروز رو با اون شکوه جشن میگیریم. همون تمیزی و مرتب کردن خونه هم شروع میشه. این که گفتم اکثر افراد درستش اینه که فکر میکنم همه این کار رو انجام بدن، ولی خب از هرچی که زمان رو به جلو میره شاید همه تمام اون مراسم رو اونطوری که شاید و باید به جا نمیارن و در این که کمودا رو به هم میریزیم و تمیز میکنیم، خونه رو تمیز میکنیم، به خصوص یه توجه خاصی به آشپزخونه میشه برای اینکه همونطور که گفتم در این زمان قرار هست که نون فطیر خورده بشه و هیچ کسی حتی هیچ نونی، نه تنها نون، حتی شیرینی که خمیرش برآمد کرده باشه توی خونش حتی نداشته باشه، توی آشپزخونش نداشته باشه. اما درستش اینه که غیر از این که ما داریم این عمل رو به صورت فیزیکلی انجام میدیم، داریم فیزیک خونه رو تمیز میکنیم از نون برآمده شده در حال حاضر، میخوایم اونا رو تمیز بکنیم، یه پاکسازی انجام بدیم، ببینیم توی ذهن خودمون چه چیزهایی داریم که باید پاکسازی بکنیم، ببینیم توی قلبمون کجا کدورتی هست، کجا ناراحتی هست، کجا دلخوری هست که باید اونا رو تمیز بکنیم و اونا رو از بین ببریم. یعنی ما یک پاکسازی فیزیکلی انجام میدیم که بسیار مرسوم هست و میتونم بگم اکثر مردم هم به این تمیز کردن ظاهری واقعا اهمیت میدن و اونو انجام میدن، غافل از این که هر کاری رو که ما به صورت فیزیکلی توی این دنیا انجام میدیم باید یک ارتباطی با دنیای روحانیت و اسپریچوالیتی داشته باشه و یک رشدی رو برای من بیاره، یک تکاملی رو برای من بیاره و اون فقط از طریق تمیز سازی ذهن من، روح من، فکر من، پاکسازی خود من انجام میشه.
متوجه باشید آن چیزی که از ذهن و فکر ما میگذره و بعد به گفتار ما میرسه، به کلام میرسه، از زبان ما خارج میشه و بعد به مرحله حتی عمل میرسه، بسیار بسیار مهم هست و اون چیزی رو میسازه که در اطراف ما زندگی رو که ما برای خودمون به وجود میاریم. پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک واقعا اصلی هست که در این دنیا میتونه زندگی زیبایی رو برای ما به وجود بیاره. یه اشاره ای هم بکنم به گفته ابرا کودابرا که در واقع افرادی که مجیشن هستن، افرادی که شعبده بازی میکنن، انگار که میتونن با گفتن این کلمه، با این کلمه رمز میشه گفت سحر، یادم رفته دقیقا کلمه‌ای که به کار می‌بردیم که بتونیم یک چیزی رو عوض بکنیم، جادویی رو می‌خواستن انجام بدن، شعبده بازی رو می‌خواستن انجام بدن و می‌گفتن ابرا کودابرا و ابرا یعنی I create، من می‌آفرینم، کودابرا از اون لحظه‌ای که صحبتی رو می‌کنم، یعنی من از I speak I create، چیزی رو که به زبون میارم می‌آفرینم و واقعا مهمه اون چیزی که از فکر من میگذره و به زبان من آورده میشه در واقع منیفستیشن، ساختار، زیر ساخت این دنیا هست. تک تک ما افراد قابلیت این رو داریم، بنابراین باید مراقب آن چیزی که از فکرمون میگذره و به زبانمون آورده میشه باشیم. اهمیت داره، ما زندگی رو اینجوری میسازیم. در واقع وقتی که ما دعا میکنیم در حالی که راز و نیازی هست با پروردگارمون و اون چیزی رو که میخوایم از پروردگار میخوایم، ولی در حین دعا کردن به خاطر اینکه از من بنده این که فکر گذشته و به زبان من هم آورده شده، معنیش اینه که من هم به نوبه خودم قدرت این آفرینش رو دارم. پس در این ایام بپردازید و توجه بدید، ببینید چی ذهن شما رو درگیر کرده، بردهدار شما کی هست، برای کی ذهنتون داره بردگی میکنه و با پاکسازی خونتون، یه پاکسازی از ذهن خودتون، از قلب خودتون، یه روح خودتون هم انجام بدید، ذهن زیبا آفرین داشته باشید، بیافرینید این دنیایی رو که در صلح به سر ببره، در دوستی باشه، در آشتی باشه، در مهر و محبت باشه. یکی از اشعار خودم رو میخوام تقدیم حضورتون بکنم. شعری هست از زبان خدا به ما بندگانی که گله زیاد داریم از این دنیا، همش میگیم چرا این کار کردی، این چه دنیایی بود که آفریدی، این دنیا که پر از دروغه، پر از بدیه، پر از جنگه، پر از خونریزیه، در صورتی که اکثر ماها در خط مقدم جبهه هم نیستیم، خونی از افراد درجه یک ما ریخته نمیشه. درسته که باید هم درد باشیم با اونها و دنبال حق رو بگیریم 100%، ولی زندگی های خیلی هامونم زندگی خوبی هست که باید شکر گذار اون باشیم و برسیم به عشق، برسیم به عشقی که بتونیم توی این دنیا بیاریم که نور اون عشق و محبت تمام دنیا رو بگیره. خدا به بندش میگه دعا کن، چیزی رو که میخوای از من بخواه، به محض اینکه تو هم نشون بدی که یک حرکتی انجام میدی منم با تو هستم، به من توکل کن و خواسته تو رو برآورده میکنم. درست همون جایی که گفتم که وقتی که یک شخص حاضر شد اولین قدم رو توی دریا بگذاره، بعد خداوند به قولی داده که داده بود که دریا رو باز میکنه برای عبور بنی اسرائیل، دریا رو باز کرد. الانم میگه بذار صدا تو بشنوم، بذار صدا تو بشنوم در حسرت ستاره ها و لحظه ها، بذار بگم دوست دارم خط به خط تا عرش خدا، بذار بگم که با تو ام در غم و اندوه و صفا، بذار بگم عزیز من، بذار بگم عزیز من، من با تو ام تو با خدا. اگر که دست روزگار قطره ای از غم بپاشه، اگر که دست روزگار قطره ای از غم بپاشه، سیل عظیم کردگار به قلب تو جاری میشه، قلبت دریچه ای میشه پر ز مهر کبریا، اون وقته که جلا میدی دنیا رو با مهر و وفا.
بذار بگم اگر به یادت نبودم، اگر به روح پرگلت یار و غمخوار نبودم، الان به جای این بهار، بهار پرگل و عذار، در گوشه دور از دیار، پر ز غم و اندوه یار، اسیر و در بند بودی، نه که گلی با کمی خار. بهت بگم که با تو هم هم در خوشی هم در هجار. بهت بگم که عاشقم هم در بدی هم در فساد. بهت بگم که عاشقی نه جبره و نه اختیار. یعنی واقعا عاشقی جبر نیست، هیچ کس رو نمیتونید به زور عاشق بکنید. در این حال عاشقی اختیار هم نیست، اگه کسی عاشق شد نمیتونید با نصیحت و دلیل و برهان یه کاری بکنید که از عشقش و عاشقیش دست بکشه. ممکنه به خاطر اینکه عقل ایجاب میکنه و ممکنه به سودش نباشه در آینده دست از عشقش بکشه، ولی این به این معنی نیست که دست از عاشقیش بکشه. عشق نه جبره و نه اختیاره، اما دلیل آفرینش این دنیاست و زمانی که تک تک ما بفهمیم عشق است و عشق و دیگر هیچ و به همه مخلوقات خدا عشق بورزیم، در دنیایی پر از صلح و آرامش زندگی میکنیم. بریم به یه آهنگ خیلی زیبا و با روحی و شاد گوش بدیم، برگردیم دو مرتبه به صحبت هامون ادامه بدیم. بزن از اون حرفا، من با تو کنار دریا، سو تو موهات باد بزنه، باز یه ذره روشونم خوابت ببره، بزن دلت واس خودم باشه گلم، هر وقت دلت گرفت واس تو من گل بیارم، هر شب بزن دلم تو بغل جون بگیره، پاشه بزن سند قلب من واسه تو امضا شه، تو بمونی یا نمونی دلم از دست رفت، تو قشنگ دل میبری از روی ام دست قصد، تو اشین نگاه کن که چجوری میشم تیره، خوب نشسته وسط قلب من اون تیره، تو بمونی یا نمونی دلم از دست رفت، تو قشنگ دل میبری از روی ام دست قصد، تو اشین نگاه کن که چجوری میشم تیره، خوب نشسته وسط قلب من اون تیره، به همه میگم زندگیم مگه غیر اینه که چشام ببینه تو رو، دلم هری پایین میریزه، میدونی غلیظه بهت عشقی که دادم، بگو توی گوشم یواش اسم تو خالی کنه، سه تو آروم شی، کی مثل من آخر شبا دوست میکنه تو رو، پا گوشی تو بمونی یا نمونی دلم از دست رفت، تو قشنگ دل میبری از روی ام دست قصد، تو اشین نگاه کن که چجوری میشم تیره، خوب نشسته وسط قلب من اون تیره، تو بمونی یا نمونی دلم از دست رفت، تو قشنگ دل میبری از روی ام دست قصد، تو اشین نگاه کن. امیدوارم که امضای عشق خدا روی تک تک قلب‌های شما بیفته و واقعاً با عشقی که خالق به مخلوقاتش داره، با حسش، با درکش که واقعاً عاشق تک تک مخلوقاتش هست، و اگر که ما آسیبی بزنیم
به یکی دیگه از مخلوقاتش، مثلا چه آدم دیگه ای باشه، چه جانوری باشه، چه گیاهی باشه و یا حتی جاندار نباشه، فقط به صرف اینکه مخلوق اون هست احترام بگذاریم و هر چیزی که هست بهش آسیب نزنیم، با درکیم بفهمیم ناراحتش میکنیم اگر به مخلوقش آسیب بزنیم، با همه چیز در دنیا با عشق و با احترام رفتار بکنیم. خیلی ناراحت کننده است، واقعا ناراحت کننده است وقتی که افرادی میان و از اسم خدا استفاده میکنن برای از بین بردن و آسیب زدن به مخلوقات دیگه. واقعا جای ناراحتی داره وقتی که خودش رو بهانه یه کار اشتباه خودشون میکنن، و از اون بدتر وقتیه که یک نفر از روی ایمانش این باور غلط رو میاد باور میکنه. ما درک درستی متاسفانه از منفی که در دنیا آفریده شده از ابلیس یا شیطان که به دلیل رشد ما آفریده شده، برای اینکه ما یک تشخیصی داشته باشیم بین خوبی و بدی و بعد خوبی رو انتخاب بکنیم، نداریم و فکر میکنیم که بدها همین افرادی هستن که دنبال ما دروبر ما هستن یا مخلوقاتی که به دید بعضی ها ممکن هست که سودی برای ما نداشته باشه. درک این که هر چیزی در دنیا آفریده شده از اوست و از روی عشق هست و برای یادگیری و آموزش ما هست بسیار بالاست. صحبت هایی که می کنیم به صورت عمومی و جنرال، خب صحبت هایی هست که امیدوارم به دل بشینه، ولی همیشه این سوالم پیش میاد که خب خیلی خب من حالا درس رو گرفتم، میخوام یه پاکسازی داشته باشم از ذهنم، میخوام عشق رو بیارم توی دنیا، صلح رو بیارم، ولی از کجا باید شروع بکنم؟ چه جوری بینشم رو عوض کنم؟ پله اول برای هر نوع تغییری، برای به وجود آوردن هر نوری توی دنیا، اشتیاق هست. یعنی موقعی که شما یک اشتیاقی نشون میدید، یک علاقه نشون میدید، یک دیزایر دارید به یک تغییر، خودش پله اول گذاشته شده و بعد به خاطر همون اشتیاق میتونید رشد بکنید و به طرف آن چیزی رو که هدف شما هست برید. اول اشتیاق. پله دوم توکل. یعنی چی توکل؟ یعنی که من راهنمایی میخوام، حاضرم کار سختشو خودم انجام بدم، حاضرم براش تلاش بکنم، ولی بدون کمک تو خالق بزرگ نمیتونم حتی یک قدم بردارم. تشخیص این که قدم در راه مثبت یا منفی سخته، خودت بیا راه رو به من نشون بده. اشتیاق من به راه مثبت هست، به راه خداپسندانه هست، میرم به طرف به راه درست با اشتیاقم، با توکل به تو، به این که به من کمک خواهی کرد که راه رو برای من باز کنی و راه درست رو برای من نشون بدی. اگر این دو چیز رو در درون خودمون نهادینه بکنیم، یعنی اول یاد بگیریم اشتیاق رو نشون بدیم، صحبت‌های خودمون رو، راه‌های خودمون رو با این کلماتی که میگم شروع نکنیم، ای بابا من که شانس ندارم، ما رو چه بود به رشد، حالا این همه آدم دنیا از اونا برن رشد کنن، منم دنبالشون میفتم. مسئولیت این که آوردن نور و صلح و خوشی و شادی وظیفه تک تک ماست رو بپذیرم و اینکه انگشتم به طرف دیگران نباشه خیلی مهمه. قبل از اینکه بریم به اون آهنگ زیبا گوش بدیم، اشاره‌ای داشتم به تمیز کردن خونه و رهایی از اسارت‌هایی که ذهن ما رو درگیر کرده. توی این مراسم یه اشاره دیگه بکنم که واقعاً هر طوری که بهش نگاه بکنید، همیشه و همیشه انگشت فقط به طرف خود شماست. شما وظیفه دارید خونه خودتون رو تمیز بکنید، شما وظیفه دارید از آلودگی ها یا فطیر خونه خودتون رهایی پیدا بکنید و اون رو از خونه دور بکنید. توی این مراسم خیلی خیلی دقت شدش که شما با کس دیگه کار ندارین، دنبال این نیستید که بگید تقصیر یکی دیگه بود که خونه من کثیف شد، یا اگه خونه رو نتونستم تمیز بکنم به خاطر این بوده که سوانسو نذاشتن من خونه رو تمیز بکنم. وظیفه شخصی خودم، از خودمون شروع بکنیم این اصلاح رو بیاریم از خودمون و خونه خودمون، این پاکیزگی رو، و بعد با
دست آویزی به اون بتونیم یک رشدی رو واقعا توی دنیا بیاریم. پس اول اشتیاق، دوم توکل، و بعد از اون راه برامون باز میشه، انگار که یک کسی به همون میگه که بیا چیکار کن، کجا برو، یه جوری انگار شرایط برامون فراهم میشه. یه شعر دارم راجع به اشتیاق که یعنی اشتیاق یعنی چی؟ اشتیاق آیا فقط معنیش اینه که خب من حالا بگم آره دلم میخواد که اینجوری بشه، و یا یه سعی و کوشش توش نهفته است، یه کمی بیش از اینه که میخوام این راهو بگم؟ شعر میگه میدونی اشتیاق چیه؟ اشتیاق وقتیه که زمین بذاری آب را لحظه نوشیدن، وقتی که از هر گریزی دوری و در اوج خواستن، وقتی که هدف داری و اونو از صمیم قلب فریاد میکنی، میگی توی تنها دلیل زیستن، وقتی که در راز و نیازی با ملائک با ملک گل میگی گل میشنوی عاشقی بیشک گذر، وقتی که از یار و دیار و چهره مخلوق در این روزگار، وقتی از درد میگی یا شکرانه نعمت دور ز چشم اهرمن، وقتی که وصلی با هر ذره از وجود این بدن، وقتی که وصلی با هر ذره وجود این بدن، وقتی که وصلت میشه ورد زبون مرد و زن. اشتیاق وقتیه که او را میطلبی با سراپای وجود، وقتی که میگی خدا دوست دارم، عشق و فریاد میکنی بر هر کوی و برزن. یعنی اشتیاق واقعا وقتی که از ته دل یه چیزی رو میخواین، وقتی که تشنتونه یه آب بالاخره گرفتین دستتون بخورین، ولی هنوزم برای چیزی که توی ذهنتون رو بهش اشتیاق دارین آب رو نمیخورین، زمین میذارین لحظه نوشیدن و در اوج خواستن میرین سراغ اون هدفتون. به هر چیزی که چنین اشتیاقی رو نشون بدید و بعد با علم، با عقل، با دوتا تا چارتا تلاش بکنید برای رسیدن به اون، و بعد با عشق توکل بکنید به پروردگاری که این راه رو به شما نشون میده، و در اون زمان هست که با آنچه که میخواید میرسید و میتونید این دنیا رو طوری بیافریدید که در صلح و عشق باشه، انگار که در اون موقع همکار خدا میشید، یار و یاورش میشید برای آفریدن دنیایی که قرار هست زمانی بهش برسید، زمانی رو که هر کسی در ادیان متفاوت یا زبانهای متفاوت یک اسمی رو براش گذاشته، زمانی که امام زمانی قراره بیاد، ماشیعی قراره بیاد و این دنیا در صلح کامل باشه. ولی ماها وظیفه داریم، وظیفه داریم که در این امر شریک باشیم و خودمون هم اقدام بکنیم در آوردن این صلح و عشق جهانی. یک آهنگ دیگه با هم دیگه گوش بدیم، بازم یه آهنگ زیباست، با هم دیگه بریم. این بار به هر حال حال و هوای نوروزی هم هنوز برقراره، درسته که 13 به در گذشته، ولی نوروز پس و برم در راه. شاد باشیم، خدا رو با شادی شکر بگیم، و آهنگ‌های شاد کمک میکنه به داشتن روحیه شاد و دنبال آن چیزی رفتن که بهش اشتیاق داریم. موسیقی
درد خود بگویم همچو کنجات بمویم. لبت بخنده وارفته ای گل، رو لاله ی گوش داری یه دست سنبول. عشقت نبینو به روی مشکو، دردت به جونم ای خدا فدات کنم جون. خونومت با بیقراری تو چو آهوی فراری، سر به هامون میگذاری. درد خود بگویم همچو کنجات بمویم. خب از عشق حرف زدیم، آهنگای بسیار زیبایی رو گوش دادیم. دلم میخواد یادآوری داشته باشم از اتفاقی که چندی پیش افتاد در کمال تأسف. فقط از روی تنفر، از روی هیت، یک جوان 28 ساله، یک دندانپزشک در مطب خودش کشته شد. واقعا جای تأسف داشت. و همین یک شنبه که میاد، یک شنبه پس فردا که میشه 7 اپریل، ساعت 3 بعد از ظهر در مقابل بیورلی هیلز سیتی هال مراسمی به یادش گذاشته شده که در این مراسم در واقع آوتدور هم هست، قرار هست که افراد برن ابراز همدردی بکنن با خانواده در درجه اول و جامعه ای که قرار نیست که واقعا در اون تنفر وجود داشته باشه. و فکر میکنم مراسم روشن کردن شمع هم قرار هست که انجام بشه روز یک شنبه 7 اپریل ساعت 3 بعد از ظهر در شهر بیورلی هیلز در مقابل سیتی هال بیورلی هیلز ساعت 3 بعد از ظهر برای و به یاد دکتر بنجامین هارونی که واقعا بی دلیل همونطور که گفتم فقط به خاطر شخصی که پر از تنفر بود جان خودش را از دست داد. و بسیار بسیار متاسفیم از این حادثه. به تمام ایرانیان عزیز، به تمامی جامعه باید تسلیت گفت که هنوز هم همچه اتفاقهایی توی دنیای ما میفته. بردگی که میگم همینه، شخصی که با تنفر زندگی میکنه 100% برده تنفر و هیتی هست که در ذهنش وجود داره. الان نه تنها یک خانواده رو به عزا نشونده، یک جامعه رو ناراحت کرده، خودش هم در زندان هست، زندگی خود و خانوادش هم از بین برده، در صورتی که میتونست با عشق و دوستی و صلح و صفا زندگی بکنه. و اگر دلخوری هم داشت، دنیایی هست که آزادی بیان هست، میشه صحبت کرد، میشه به نتیجه رسید. این کشتار هیچ معنی که نمیده، هیچی، فقط روز به روز دنیا رو به سوی منفی ها بیشتر پیش میبره. امیدوارم بعد از این گرد همایی ها برای خوشی ها باشه، برای مراسم صلح و شادی باشه. در سال گذشته گرد همایی زیاد داشتیم به خاطر خیزش زن، زندگی، آزادی. و امیدوارم که باز هم از این گرد همایی ها و حمایت ها از مردم عزیز ایرانمون داشته باشیم که واقعا دیزرو میکنن، شایسته این هستن که در آزادی کامل و در صلح کامل زندگی بکنن. و امیدوارم که دیگه شاهد اعدام ها نباشیم، شاهد شلاق ها نباشیم، شاهد این که یک نفر به صرف این که نوع لباس و پوششش مورد پسند فرد دیگه ای نیست، برده افکار اون افراد نباشه. یعنی بردهداری حتما نباید در زمان که سیاه‌پوست ها برده آمریکا بودن یا 4000 سال پیش
بوده باشه. بردهداری رو داریم توی زمان حال میبینیم و امیدوارم که واقعا جشن پسوبری که در راه هست تا دو هفته آینده بتونه همه انسان‌های جهان رو از بردگی رهایی بده و به خصوص بردهدارها رو متقاعد بکنه که دست از بردهداری بردارن. امید من بیشتر به اونجا هست که از اون ناحیه اصلا دنیای ما درست بشه و صحت بهتری داشته باشیم در زندگیمون. به دقایق پایانی برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. یک صحبتی دارم رو به شما عزیزانی که دوست دارید، نصیحتی داشته باشید به عزیزان دور و برتون، یه یادگیری داشتید. و خب همطور که همه میدونیم، ما اگر چیزی رو بلدیم میدونیم و فکر میکنیم که شاید توی زندگی خودمون به دردمون خورده، برای خود ما یک آرامشی آورده، یک درمانی آورده، هیلینگ داشته، زندگی بهتری رو من نسبت به دیروز دارم تجربه میکنم، پس وظیفه دارم اینو با دیگران در میون بگذارم، زمانی رو انتخاب بکنید برای گفتن مطلبتون که اون شخص، اون مخاطب شما پذیرای گفته شما باشه. مطمئن باشید افرادی رو که میخواین باشون صحبت کنید، چه یک موضوع رو یاد گرفتید، چه ازشون دلی دارید که میخواین مثلا اونها دیگه اون کار اشتباه رو در مورد شما انجام ندن، چه یه موفقیتی داشتید که دوست دارید با اونها ذوق زده اید که با اطرافیانتون و با عزیزانتون شیر بکنید، انتخاب زمان مناسب برای گفتن یک گفته بسیار بسیار مهمه. مطمئن باشید که اونا خسته نیستن، پذیرای شنیدن حرفای شما هستن. مطمئن باشید که کلامی رو به کار ببرید، لحن صحبتی رو به کار ببرید که جنبه انتقام قادامیز یا نمیدونم سرزنش نداشته باشه. واقعا اگر میخواین حرفتون به قول خودمون به کرسی بشینه و نتیجه بخش باشه، زمان گفتن اون مطلب به اون شخص مخاطب، به اون شنونده بسیار مهمه. بنابراین این پند رو از من کوچک داشته باشید تا برنامه آینده که من در خدمت شما هستم و امیدوارم که باز مطالبی رو داشته باشم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. به هر حال مطالب همیشه و همیشه به دنبال این خواهد بود که ما عشق و محبت و دوستی رو در دنیا بیاریم، از کینه توزی و دروغگویی و غیبت کردن و دشمنی و تنفر دور باشیم. تشخیص بدیم دنیای مثبت رو، دنیای فرشتگان رو، دنیایی رو که خدا میپسنده، در قبال دنیای منفی که خداوند آفریده که ما ازش درس بگیریم. تا برنامه آینده همگی شما عزیزان رو به خدای بنده بزرگ میسپارم و براتون آرزوی سلامتی کامل، خوشی‌های پی در پی، موفقیت‌های روز به روز بیشتر و بیشتر، درآمد عالی، سلامتی کامل 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 دارم. روز خوش و خدا نگهدار.